قرآن، چادر، حجاب مندرآوردی اسلامی در ایران گویا این روزها تبلیغ خوبی است برای زندگی، تبلیغ ذهن‌های هرزه و کثافت‌کاری آدم‌های زیر چادر. من در این ویدیو با ادبیاتی صحبت می‌کنم که برای مسلمان نماهای حکومتی داخل ایران، مخصوصا بسیجی‌ها، بسیار ملموس و برازنده اونهاست. خانم زینب سلیمانی، خوب به من نگاه کن. من یک مرد همجنسگرای ایرانی هستم که الان لخت مادرزاد جلوی تو ایستادم، اما این مرد لخت داره در یک کشوری زندگی میکنه که دموکراسی و آزادی در انتخاب پوشش و مذهب امری کاملا شخصیه. همسایه سمت راست من یک خانواده یهودی هستن و همسایه سمت چپ من مسلمانان عرب، مسلمانان واقعی. آیا این افراد همین الان پشت پنجره‌های خونه من ایستادن و دارن به بدن لخت من نگاه میکنند؟ نه، چون من در یک کشور آزاد و دموکرات دارم زندگی میکنم و مثل شما و امثال رافعی پورها به نام دین و تقدس راجع به زیر شکم ملت فتوا نمیدم و مثل پدر فاسد و حرامزاده تو و رهبر حرامزاده تر یعنی علی خامنه ای آدم کش به اسم دین اسلحه در دست نمیگیرم تا دیگران رو قتل عام کنم. این منم با آرایش روی چشمام و بدن لختم، بی دین کامل کامل. اما شما کمتر کس رو میبینید که بخواد راجع به زیر شکم من الان حرف بزنه و مردم به تفکر و دیدگاه انسانها در جامعه تراز اول و توسعه یافته دقت میکنند، نه نوع پوشش اونها یا آرایش روی صورتشون. در ضمن من در کشور استرالیا دارم با پلیس فدرال سالها همکاری میکنم با افتخار و پلیسی که حامی جان مردمه، نه گرفتن نفسشون. خانم زینب سلیمانی که برازنده خانومیت رو نداری، اما ترجیح میدم که این گونه حرف بزنم، میخوام بهت بگم که اتفاقا وقتی میگی فردای براندازی به جز لخت شدن، مشروب خوردن و رقصیدن برنامه دیگری ندارید، من ترجیح میدم که این گونه پاسختو بدم. شرف ملت ایرانی خیلی بیشتر از بیشرفی و حرامزادگی و پدر سوختگی و آدم کشتن مثل پدر بیریشه توه که نه تنها به دولت مردان بیشرف ایران آدم کشی و تروریستی رو یاد داد، بلکه میرفت و در کشورهای دیگر تمرین این تروریستی رو انجام میداد. وقتی رهبر زورکی ایران که خودش از یک حرامزادگی مثال زدنی یهویی با 4 کلاس سواد شد رهبر و الان ترکمانی شده به نام امام، پدر جانی روانی تو و تروریست تو رو میکنه سمبل و نماد قهرمان ملی جمهوری اسلامی که بعدش ملت جسور ایران هم به تو، هم به خانواده تو، هم به اون خامنه ای آدم کش نشون دادن و هرچی بنر و مجسمه پدر جاسوس و تروریست تو در ایران رو به آتش کشیدن و نابود کردند. خیلی بعید نیست که دختری مثل تو در اون خانواده متولد بشه که راه پدر قاتلش رو پیشه بگیره. خانم، الان داری به بدن لخت من نگاه میکنی یا به حرفای من؟ قطعاً به حرفای من. بگذاریم، این فقط یه تست هوش ساده بود به گفته خودتو و ذهن مریضت که ذهنیت روی آلت تناسلی مردان و زنانه و همه رو مفسد الفلعرض معرفی کردی. خیلی شرفشون بالاتر از بی شرفی و آدم کشی پدر حرامزاده توه که به مردم کشورش آدم کشتن و به بسیجی های بخشیش طرز نگه داشتن جسر رو یاد داده. زینب، مشروب خوردن و لخت بودن کجا؟ به اسم دین و دفاع از مرزهای ایران آدم کشتن و بچه های مردم رو توی خیابون ها قتل عام کردند و بهشون تجاوز کردن کجا؟ فردی مثل تو که ادای آدم های مذهبی رو در میاره و وقتی چادرش بره کنار معلوم نیست چه هرزگی داره زیر اون تیک چادر بدرنگ میگنده. تویی که خیلی برات نوع پوشش مردم ایران مهمه، هیچ میدونی همون گوشی آیفونی که دستت میگیری رو طراحیش همجنسگرا بوده؟ یکی مثل من همون ساعت اپل رو میپوشی که ساخت کشور آمریکاست و توسط یه آمریکایی که به قول شما رهبر کسمغزتون دشمن هست رو آمریکا تولید کرده. پس تو داری با یه قیافه مذهبی نما و مغز فاسد و بیسوادت که حتی پوششت از برندهای دشمنت هست تو چشم مردم نگاه میکنی و تمام منجلاب و توهماتی که بابای آدم کشت و رئیس بزرگش خامنه ای و دولت بیمارش به اسم دین و مذهب تو ذهنتون کردن رو روی مردم بالا میاری.
تو با رفتارهای غیر مذهبیت خانوم زینب اسم این بنده خدا حضرت هم به گوه کثافت کشیدی. مسلمانان واقعی به این نامها احترام میذارن، نه اینکه با بی سوادیشون ریشه به تیشه خودشون بزنند. قاسم بابات، یعنی امثال اون آدم کش، 43 سال تمام تلاش کردند که شرافت، غرور، فرهنگ مردم ایران رو ازشون بگیرن و به نام دین و مذهب اعدامشون کنن، سنگسارشون کنن، به کودکان تجاوز کنن، به نام دین اسلحه در دست بگیرن و جلوی مردم میستن و مردم رو روز به روز فقیرتر کنند تا هرز ذهنهایی مثل تو رو پرورش بدند. امثال تو باعث شرم زنان سرزمین ایران و دنیا هستید و زنان مسلمان. میدونید چرا؟ چون امثال تو انتخاب داشتن و انتخاب شما این بوده که جلوی مردم بیستید و نقش یک فرد منفور رو بازی کنید، چون تخم و ترکه تو از اسپرم یک آدم کش هست، در حال خیلی انتخاب دیگه ای هم نداشتی. تو وقتی آزادی و حق طبیعی انسانها رو به لخت شدن و رقص و مشروب خوری میبینی، یعنی بیمار هستی و باید از آدم ها بخوای که بهت کمک کنن تا از این هرزگی ذهن خلاص بشه. خانوم تو وقتی امثال ستار بهشتی و مادرش، ندا و سلطان، مهسا امینی، نیکا شاکرمی و و و هزاران کشته شده دیگر و خانواده اونا رو متهم به این میکنی که اینها به خیابون رفتن و کشته شدن چون فقط دنبال مشروب خوری، رقص و لخ شدن بودن، یعنی خانم تو اعلام روان پریشی میکنی. تو جرأت نمیکنی به تنهایی پاتو تو خیابون بذاری چون باید جوابگوی این اراجیف باشی. امثال تو و بابای پوفیوز آدم کشت نشونه ترویج بیریشگی و بیدینیه. تو داری با این اراجیف بیدینی رو خانم تبدیل میکنی. قاسم سلیمانی نشانه یک استفراغ بزرگ برای ملت ایرانه. ما آدم کش نمیخوایم، هرچند که این روزا رقابت سختی بین خانواده شما و دیگر دست نشانده های جمهوری اسلام، چه کسی بیشتر میتونه بکشه، چه کسی بیشتر میتونه غارت بکنه، اما خانم ما آدم کش نمیخوایم. من مطمئن نیستم که تو مادر داشته باشی، چون اگر داشتی و یا اگر داری لااقل به شرافت زنانگی اون احترام بذار. ولی باز میگم طبق داشتن از هرز مغزی مثل تو اصلا کاملا کار بیهودهیه. امثال تو و رائفی پور باید با هم ازدواج میکردیم و یک شبکه پورن هاب میزدیم، حتما موفق میشدیم، چون تمام ذهنیت و شروبرهایی که از حلقتون بالا میارید فقط و فقط راجع به مسائل جنسی است، چون همین ذهنتون مسائل زیر شکمه و با چادری که روی سرت هست داری تبلیغ جندگی رو رواج میدی. خانم بابای تو تبلیغ آدم کشی رو میکرد، تو تبلیغ هرزگی رو. ایرانی ها هرز مغزی مثل تو نمیخوان. من واقعا معذرت میخوام که برای اولین بار اینگونه ادبیات رو برای به اصطلاح انسان نما استفاده میکنم، اما استفاده کردن از این کلمات بیشتر به ادبیات و شعور اونها شباهت داره، بیشتر میفهمن من چی میگم، پس صبوریت بکنید. هرزگی، لکاته بودن، جندگی، خودفروشی فقط به نداشتن حجاب و لخت گشتن نیست. چون اگه اینگونه بود که تو زنان و دنیا رو میبینی و باید گفت نیمه بیشتر از زنان و مردان دنیا هرزه و جندن. خانم اتفاقا هرزگی و بیشرفی و جندگی از سمت امثالی مثل تو نشعب میگیره که زیر اون چادرشون کسافتکاری میکنند، نه امثال منی که چیزی برای پنهان کردن ندارند و همینند. در ضمن اگر من اینجا میرم با مردی میخوابم، انتخاب منه که این کارو میکنم، تا مثل امثال تو و دوروبری های تو به نام دین تو سن 14-15 سالگی شوهرم بدن و چند تا طول پس بندازم و تمام جوانی که حقت بوده رو ازت بگیرن و حالا همه اونها عقده بشه، عقده های درونی تو که نه من مقصرشم نه مردم، بلکه همون دین و همون بابا قاسم احمقت که اتفاقا اون هم هرز مغزی بود مثل دخترش رو به زور به تحمیل کنند. این یعنی کودک همسری و امثال شماها قربانی همین پدرهای قاتلی هستید مثل بابا قاسمت. در ضمن بازم یادآوری میکنم من لختم، لخت لخت، یک مرد همجنسگرای ایرانی که چیزی برای پنهان کردن ندارم، اما تو چی؟ وای به روزی که چادرتون بره کنار و فاضلاب زیر اون رو مردم ببینن، اون روز تمام تن جنده ها و مسلمان های واقعی قطعا خواهد لرزید. بیریشگی و هرزگی تو و پدرت قاسم سلیمانی رو با نام دفاع از وطنت و مذهب به خود مردم ندید. مردم آگاه هستند
و قطعاً اراجیفی که از دهن امثال تو بیرون میاد رو میریزن توی چاه مسترا و سیفون رو میکشند. مردم از شما متنفرند. مردم از شما خشمگین هستند. مردم از پدرت متنفرند خانم. مردم اگر دستشون به قبر پدرت میرسید قطعاً کاری رو با سنگ قبرش میکردن که معلوم الحالهای جمهوری اسلامی با سنگ قبرهای فعالین سیاسی و مدنی و کشتگان آبان کردند. مردم از دین ساختگی شما متنفرند. مردم شرافت دارند و قدرت اونها ترس در جون تک تک شما انداخته.